هوشنگ پاشو صبحونه حاضره. چت شده؟ نکنه باز دلت هوای خونه کرده؟ بیژن خیلی دیر کرده، میترسم یه اتفاقی براش افتاده باشه. خیالتی نشو، اون بچه زرنگیه، هر جا باشه تا هشت و نیم علامت سلامت میزنه. چشو تغییر دادی؟ نه حتما خودش به هم خورده، میدونی گاهی پیش میاد قاطی میکنه فرکانس دیگه،
یه قلط میخوره این ور میفته رو این موج، یه قلط میخوره اون ور میفته روی اون موج. آره امیدوارم اینطور باشه. آره خودشی. خب حالا از کجا بندازم تو؟ نه بابا خدا رو خوش نمیاد، شاید خواب باشه. نه خب هیچ راهی نیست، اینجا خوبه. خستم چند؟ ها چه این؟ بگو ببینم با در خونه من چه کار داشتی؟ بله داشتم سعی میکردم نامتونو بندازم تو حیات، حالا که اومدیم بیرون خب میدمش به خودتون. بفرمایید بگیریم. دیدی؟ والا چی بگم، به هر حال خیلی عذر میخوام، امیدوارم نرنجیده باشید. ببخشید، خواهش میکنم بفرمایید تو یه قهوه چیزی. نه بنده دیگه مرخص میشم. آخه اینطوری که بد شد. حالا یه لحظه یه بار بهت بگم تو دیگه حق نداری از این مغازه ها خرید بکنی، میفهمی؟ این کارا به عهده بیژنه. جمهوری اسلامی ایران تنظیمش کن. داریوش قفقازی 49، برادر داریوش قفقازی 49. بریم. پنج و نیم روز یک شنبه
22 دی ماه مشکلات خوب داره در محل زندگی خودتان منتظر تماس شما. نمیدونم چرا اینقدر این دست اون دست پیام برای واحد مقاومت ماهرخ پنجاه. اینطور که پیداست الان همگی منتظر یه دستورن تا از خونه ها بریزن بیرون و کارو یک سره کنن. نره تا کی باید انتظار بکشیم؟ برای حل این مسئله اقدام میکند. خدا میدونه. مقاومت هوشنگ 350 پیام برای خسته مقاومت هوشنگ 350 نامه‌ای که از طریق رابطه‌تان در خارج از کشور برای ما فرستاده بودید را دریافت کردیم. برای اینکه ارتباط شما هر چه زودتر با سازمان برقرار شود اولا ما را می گیرید که تماس به رابطه‌تان در خارج از کشور بدهید. ثانیا روز و ساعتی را جهت تماس مشخص کنید تا از طرف سازمان با شما تماس بگیرند. سعی کنید در سرپل خود حضور داشته باشید. پیام فوری برای برادر تقی تو گزارش فرستادی؟ آه حتما کار بیشتر. آره کار اونه اون فرستاده. از طرف سازمان بوده و مسئول تشکیلاتی شما می باشد. لازم است به رهنمودها و دستورالعملهای او توجه کنید. پیام برای حزبی مقاومت شهراب 3-5 پیام فوری برای حزبی مقاومت شهراب 3-5 در حال حاضر وظیفه مقدم شما آماده شدن سریع برای مسافرتی است که در پیش دارید. در قرار آینده با آمادگی کامل حاضر شوید و کلیه مدارک. ببینم این گروه شهرام 05 مگه چند وقت پیش لو نرفتن؟ خب حتما کد اونا رو دادن به یه گروه دیگه. گروه دیگه؟ چطور مگه؟ مگه کد قطعش اومده؟ منظور چه؟ واضح‌تر بگو. منظور خاصی نداشتم. میدونی میخواستم بگم چی؟ هیچ. چه 24 قدشه. خب حالا بعدی بینم 24 که اینه. به لای نظرم زنگ میزنن ها. کار که نیستم شنیدم. هر کس با صابخونه کار داره. اونا هم که نیستم.
نیست این یارو چی میخواد. ظاهرش که اصلا عادی نیست. ای بابا اینا که خونه. برو ببین کیه. اما مواظب باش. آری نه عصب کن. ها؟ بی احتیاطیه. از همینجا بپرس چی کار داره. باشه باشه. کیه؟ سلام علیکم. میبخشم مزاحم شدم. چطور بگم؟ بنده اولا پستچی هستم. ثانیا یه نامه ناقابله که مال این همسایه بغل دستیتون بوده عوضی انداختم تو حیات شما. شرمنده‌ام. اگه اجازه بدین یه لحظه بیام و زودی برش دارم. یه دقیقه صبر کنین. میگه پستچیه و نامه رو اشتباهی انداخته تو حیات ما. چی بهش بگم؟ بگو زود بیاد ورش داره. با اجازه. درو نبست. لای درو واز گذاش. هی آقا درو کیپ نکردین. آقا آقا درو نبستی. ببخشید معذرت میخوام. عفو بفرمایید. به خدا سومیشو بخیر کن. حالتی یارو یه خورده عجیب بود. چه میدونم، شایدم واقعا کاسه زیر نیم کاسه نباشه. به هر حال نباید جانب احتیاط رو از دست بدیم. قدم نباید به همه چیز مشکوک بود. درسته، ولی این کارا لازمه مبارزه مخفیه. این همیشه یادت باشه. گفتم قضیه این پست چیه؟ قیقاتیه؟ ببخشید با آقا رضا کار دارم. آقا آقا منزل کیو میخواستیم؟ نمیدونم منزل کی، اما مطمئنم که همینجا زندگی میکنی. من مادرشم. تو آدرس اینجا رو به کسی دادی؟ من؟ نه. ولی اون میگه مادرته. مادر؟ ولی من نمیدونم اینجا رو چجوری پیدا کردی. یالا برو دست به سرش کن. باش. مواظب حرفات باش. باشه حتما. ننه، تو نمیگی به جای اون که سر پیری عصای دست پدرت باشی
شدی مایه دق و ورم. آخه تا کی میخوای؟ مادر دوباره تو باز که شروع کردی. رضا جون الهی قربون اون شکلت برم، بیا بریم خونه. میخوای بری کو؟ میخوای بری تو خیابون اعلامیه نگهداری؟ هر کاری دلت میخواد بکن، فقط بیا بریم خونه. مادر تو چرا آخه متوجه نیستی؟ دیگه قضیه از این حرفا گذشته. اون دوره سر اومد که میرفتیم کتاب میفروختیم. آره اوضاع خیلی فرق میکنه. میگم اصلا تو اینجا رو چطوری پیدا کردی؟ آخه وقتی من بهت میگم برو درستو تموم کن، دیپلومتو بگیر، این اسمش ناآگاهیه، ارتجاست. خب اگه از درس و مشق خوشت نمیاد بگو، اگه از قیافه من و بابات و بقیه خوشت نمیاد، خب چرا به خودت ظلم میکنی؟ خب بیا برو خونه داداشت، اونجا بمون. آخه مگه تو از خونه و خونواده چه بدی دیدی که اومدی اینجا معلوم نیست با کی نشست و برخاست میکنی؟ ها؟ بس کن مادر، آخه مگه تو حالا از این حرفات نتیجه ایم گرفتی که یه دورش میکنی؟ حالا نمیشه این کارایی که اینجا میکنی بیاری تو خونه انجام بدی؟ عوضش اونجا خیالم از خواب و خوراکتم راحته. به دوستاتم بگو هر کاری داشتن بیان خونه، قدمشون رو تخم چشا. مادر تو چرا نمیفهمی؟ من کارم تشکیلاتیه، سازمانیه، مخفیه، میفهمی؟ من وظایفی دارم که باید انجام بدم، سرگروهی دارم که باید ازش اطاعت کنم، الکی نیست که. حالا نمیشه من بیام با این آقای سرگروه تو صحبت کنم؟ شاید اجازه بده که تو بیای خونه. آخه مادر من چطوری حالیت کنم؟ تو تا همینجاشم که اومدی کار خطرناکی کردی. هوشنگ، 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 کجایی بابا؟ اون رفت. هوشنگ کجایی؟ کجا رفته؟ یعنی چی؟ من فکر کردم تو رفتی. بهش قول دادم که یه سرم میام خونه تا اینکه راضی شد بره. میگفت دنبالم کرده.
بشین. حالا چند بار و چگونه با مادرت ارتباط برقرار کردی؟ تا حالا نشمردم. چه میدونم؟ یک، دو، ده، صد، شاید هم هزار بار یا بیشتر. مسخرگی بسه. منظورم از وقتیه که اومدی توی این خونه. توی این خونه دو، شاید هم سه بار. کجا؟ خب معلومه، تو خونمو. آدرس اینجا رو کی بهش دادی؟ قبلنم که گفتم من همچین کاری نکردم. تازه حالم که اتفاقی نیفتاده. تو میگی هیچ اتفاقی نیفتاده؟ فکر میکنی همین گروه شهرام 05 چطوری لو رفتن؟ یا اونا یه دیگه؟ معلومه خب رو حساب همین بی احتیاطی ها. وقتی مادرتو تونسته اینجا رو پیدا کنه معنیش اینه که مامورا میتونن. بارها بهت گفتم که این روابط خورده بورژوازی تو برامون گرون تموم میشه، اما به گوشت نرف که نرف. ببینم، مگه تو خودت پدر مادر نداری؟ ولی من اجازه نمیدم که وجودشون مانع مبارزم بشه. ضمناً اینجا منم که دارم سوال میکنم، نه تو. تو رو خوره بس کن، آخه تا کی میخوای به این بازی ادامه بدی؟ بسیار خب، میریم سر اصل موضوع. بگو ببینم، تو فامیلای نزدیکتون آدم حزب‌اللهی پاسداری کسی دارین؟ خودت نداری؟ جواب منو بده. چرا دارم؟ کم کم همه چیز داره معلوم میشه. احتمالاً اون مادر تو رو تشویق کرده که تو رو تعقیب کنه و به محل اختفاات پی ببره. و بندم نفوذی رژیمم تو تشکیلات. فعلا برای نتیجه گیری خیلی زوده. تو از چه موقع و به چه علت به رژیم متمایل شدی؟ نه، نگو که این یه اتهامه. فکر میکنی من احمقم و حرف تو رو در مورد نزدیک بودن ایستگاه‌های رادیویی باور کردم؟ تو دیشب به رادیو رژیم گوش دادی. شاید هم کار هر شبته. همینطوره. حرف من در مورد نزدیک بودن ایستگاه‌ها دروغ بود. ولی خب این دلیل نمیشه که من به رژیم متمایلم. من فقط میخواستم ببینم اون بیرون اوضاع از چه قراره. همین. حرفای اونا همش دروغه. خب اگه اینطوره که میگی، پس چرا انقدر برات مهمه که من گوش دادم یا نه؟ این دستور سازمانه و تو هنوز خیلی مونده که این مسائل رو درک کنی. من به سازمان خیانتی نکردم. اینو چطوری حالیت کنم؟ من مجبورم گزارش این چند مورد اخیر رو بدم بالا. تو نتونستی به عنوان یک عضو آزمایشی لیاقت خودتو به اثبات برسونی. در هر صورت
در اولین فرصت باید ترتیب انتقالت به شهرستان داده بشه تا خودشون در مورد تصمیم بگیرن. حق دارم بدونم جرمم چیه؟ زیر پا گذاشتن مقررات و تردید نسبت به مواضع سازمان. آره، اینه که مثل تو به خانواده‌ام پشت نکردم. هر طور که میخوایی حساب کن. باید بیژن باشه. الو؟ الو، سلام موشی، حالت خوبه؟ من خوبم. بله، من حالم خوبه. بابا چرا انقدر دیر کردی؟ چیز مهمی نبود، بعدم بهت میگم. ببینم، داداش چه امتحان قبول شد؟ یه تجدید بود. زمنم بهت الو؟ 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 بیشم؟ الو؟ آره آره، بهش گفتم بچه ها نگرانتن، خیلی دوست دارم درس زودتر تموم شه. الو؟ الو؟ چت شده بیژن؟ برای چه حرفی زدی؟ جواب بده. الو؟ ببین هوشم، من دیگه باید برم. تا یه ساعت دیگه میرسم خونه. تا یه ساعت دیگه. یواش. کجا با این عجله؟ طوری شده؟ اگه کمکی لازمه بگی. نه، اصلا مهم نیست، فراموش کن، خدافظ. در صورت میبخشید. الو؟ الو مادر، سلام علیکم. تا حالا ندیده بودم که اینجوری از رمز استفاده کنه. منظورش از یک ساعت دیگه چی بود؟ یک ساعت؟ نکنه چی؟ چی شده؟ خب به منم بگو. ساکت باش. دریافت شد. راستی نگفتیم اونجا چی قراره گیرمون بیاد. تمام. ظاهرا دو تن تخم مرغ اونجا انبار شده. البته تا حالا باید همش گندیده بود. حدسم درست بود. میشم میخواست یه جوری حالی کنی که باید تا یک ساعت دیگه خونه رو تخلیه کنیم. اون گیر افتاده. مولا رفتیم فهمیدی؟ همش هم زیر سر مادر توه. اونا که راجع به دوتون تخمرغ حرف میزدن. فکر میکنی اونا نمیدونن که ما بیسی ماشین رو میگیریم؟ این یه رمزه. منظورشون از دوتون تخمرغ منو تو این بیچاره. واسه چی خوش کسده؟ باشه اون محلول بیار بریس رو اینا.
میدی برخوری که افتادیم اماش تقصیر تو لعنتی. چند بار باید بهت بگم من خطایی مرتکب نشدم. شروع کنی مگه نشدی؟ خب شروع کنیم دیگه یلا. حالا تازه رفتی چهار بنده حالا چی کار باید کرد؟ آروم ننه من غریبم در نیار. من نمی ترسم فقط میخوام بدونم اینجور مواقع دستور چیه؟ مقاومت. خب چرا فرار نکنی؟ یه فرار موفق احتیاج به پوشش آتش داره و من باید مغز خر خورده باشم که رو تو به عنوان نفر پشتیبانی حساب کنم. اگه بیژن الان اینجا بود بس خیلی بهتر بود. یعنی همینطور منتظر شیم تا بیاد؟ آره همین کارو میکنیم. ما براشون دام پهن میکنیم به اینقدر صبر میکنیم تا خودشون بیان بالا. اون وقت با این ازشون پذیرایی میکنیم. میخواستم خواب نمونیم. دست شما درد نکنه. سرد میشه. چشم بیا چایی رو بزنیم. باشه بریم. هی اوسا، هی اوسا، اوسا بیا چایی. چایی؟ اومدم. چایی آوردم. دستشون درد نکنه. خسته نباشی. سلام. خسته نباشی. بیز بینم. سالها بود که منتظر همچین روزی بودم. گاهی شبا خوابشو میدیدم. ولی بالاخره پیش اومد. بیا پایین. خب خواستم ببینم کجا. کیا؟ خب مردم دیگه. بیژن میگفت اگه یه روز گیر بیافتیم مردم میان به کمکمون. البته که میان ولی فعلا زوده. خب وقتش کیه؟ به محض اینکه آگاه شدم. خب پس چجوری باید خبرشون کرد؟ خبردار میشم با مرگ امثال من و تو.
مرگ؟ خب وقتی که آگاه شدن سکوت رو میشکنن. خب بعدش؟ خب معلومه، میریزن توی خیابونا و قیام میکنن. اگه اینجوری که تو میگی باشه، من میخوام اون روزو ببینم. در اون روز تصویر من و تو علم مبارزه مردم خواهد بود. علم؟ تصویر؟ مگه آدم ندیدیم؟ با این بچه های زبون نفهم نمیشه طرف شد. برو که رفتی. ترش کردی؟ مگه ما نباید نون بخوری؟ رو رو برم، اگه یه دفعه دیگر اینجا ها پیدات شد، هر چی دیدی از چش خودت دیدی. مثلا چی کار میکنی؟ اندونه دارم، اندونه شیرین دارم، اندونه دارم، قنده قنده دلش خونه، زنه جدی میگو، عجب مردمی اندا، به جای اون که با زبان خوش بگن سر زد و لکن واسه آدم هفتگیر میکشن. چی شد؟ دستی گشتره کی؟ نه بابا، فکر کنم یارو یه دنگش کم بود. چی بود؟ هم
چین مغزشو داغون کردم که قرمزی خونش از همینجا معلوم بود. بقیهشون هم ترسیدن و مثل موش در رفتن. خون؟ حالا دیگه میفهمن با کی طرفم. آدم فکر میکنه تیر در میکنم، معلوم نیست تا کی میخوان طولش بدن. حالا اونا مثل یه مار زخم خوردن، دست بردار نیستن. به نظرم دیگه اینجا آخر خط. هیچ فکر نمی کردم به این زودی لو بریم. یعنی چطور شناسایی شدیم؟ از وقتی که اون به ظاهر پست چیه اومد در خونه، میباز همه چی رو میفهمیدم. همش تقصیر توه. چوب پرده میخواد؟ چوب پرده که میخوام، اما آخه ببینم متر چند میدی؟ با نصفش میشه متری 60 تومن. اوه، مگه نوبرش آوردی؟ هی ببین، هیچ توجه کردی؟ با وجودی که این همه تیراندازی کردن، تمام خونه سالمه، حتی یه شیشم نشکسته. خب که چی؟ فکر کنم هواییه. این نشون میده اونا قصد کشتن ما رو ندارن. آره خب طبیعیه که اونا ترجیح میدن ما خودمون تسلیم بشیم، ولی مطمئن باش که دلشون واسه ما نسوخته. خب اگه دلشون نسوخته، پس زندگی ما به چه درد اونا میخوره؟ تو بیش از اندازه احمقی. خب معلومه، تبلیغات، یا شایدم به دست آوردن اطلاعات بیشتر. آره همینه، اطلاعات. یعنی براشون اینقدر مهمه؟ تو یه نفرشون رو کشتی. منم از همین سر در نمیارم، ولی به زودی معلوم میشه. بازم تیراندازی رو قطع کردن. یعنی این دفعه دیگه چی میخوان؟ بیا ببین چطوری به زانو در اومد. پیشنهاد صلح دادم. چی بهت گفتم؟ اونا انقدر اون که تو فکر میکنی؟ فکر میکنی من با اون یتی که کاغذ پاره گول میخورم؟ ولی خب همینم نشون میده که فهمیدن با کی طرفم. 55 تومن آخرش. بابا انصافت کجا رفته مرد حسابی؟ آخه کجای دنیا برای شیش وجب چوب پرده اینقدر پول میگیرن هان؟ لا اله الا الله. حالا کجا داری میری؟ مگه تو کاسب نیستی؟ آخه اذیتمون میکنی دیگه. فهمیدم، همون کلکی رو بهشون میزنیم که اونا میخوان به ما بزنن. یعنی چی کار کنی؟ بگیر. چی کار میخوای بکنی؟ تو تکونش بده، بقیهش با من. بگیر، معطل کن.
تک تکشون رو شکار میکنم. یلا مشتری هستی یا نه؟ بابا جون من که بیکار نبودم بیام پایین صدات کنم، حتما چون پرده لازم دارم دیگه. این تویی که فروشنده نیستی. چته؟ چرا یه خوشگت زن؟ باز اومدم. چی شد؟ تو ادامه بده. مرد گنده و باد بادک دوزدی نوبره والا. ای داری یا بیا کارمون رو کنیم. اینجا بلکه چیزایی ندیده آدم توی این محل چیه که نمیبینه. به نظرم از توی فیلم های تلویزیونی یاد گرفتن. این چیه؟ هی ببین، به نظرم یه خبرایی شده دیگه، تیراندازی نمی کنن. گمونم اون سر و صدای مردم بود. ای پیر زن مزدور، چه کارا؟ اون رفت تو؟ بیا بیرون، بیا بیرون، پیر زن رو میفرستین جلا؟ تو رو خودم بیا و این دفعه رو کوتاه. تو کارتو بکن. دکی اینجور که شما در این کار میکنین تا شب اینجا مهمونیم. ده بجنبین بابا، بجنبین. پرچمو زدم که هواییه ها؟ دیدی اونا حرف حساب سرشون نمیشه؟ حق با تو بود. بگیرش، به دردت میخوره. Thank you.
وای پناه بر خدا آتیش. من دارم چی کار میکنم امون از این حواس پرتی؟ خودت دارم چی کار کنم؟ صدا چیه؟ شمارش چنده؟ حسن آقا، پلیس، تلفن خونه، آتیش، آتیششونی خودشه. شیش، چهار، 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 بازم چهار، اینم چهار. الو الو، اونجا آتیششانیه؟ نه خانم، اینجا آتش فشانیه. ایوا چی شد؟ سلام علیکم، اینجا آتش نشانی تهران، بفرمایید. سلام پسر جون، این خونه روبروی ما آتیش گرفته. لطفاً خون سردیتون رو حفظ کنید. این خونه ای که میگین کجا هست؟ اینها همین روبروه، من دارم میبینمش. خب من که نگفتم شما نمیتونیم ببینینش، منظورم اینه که آدرسش کجاست. خب لطفاً بفرمایید. الو خانم، حالتون خوبه؟ الو والا چی بگم؟ مثل این که راستش نمیدونم، نمیدونم. وای خدا مرگ بود. سلام مادر. سلام ننه. میبخشید نمیخواستم ناراحتتون کنم. اختیار دارین، آخه ناغافل دیدمتون، اینه که یه خود جا خوردم. راستی میخواین چی کار کنین های؟ تازگی ها گزارش دادن خطای این منطقه قاطی میکنه، اومدیم ببینیم ایراد از کجاست. از سر کوچه تا اینجا رو کنترلشون کردم، فقط خط شما مونده و اون خونه روبرویی. آره آره درسته، همین الان میخواستم آتش نشانی رو بگیرم، آتش فشانی جواب داد. آتش نشانی رو واسه چی میخواستی؟ آخه فکر کردم اون خونه روبرویی آتش گرفته. اون؟ آره. اصلا اون خونه یه جوریه، گاهی وقتا اتفاقات عجیبی توش میفته. مثلا؟ مثلا همین چند دقیقه پیش یه پرچم سفید از پنجره آورده بودن بیرون و هی تکون میدادن، اون وقت یه دفعه بردنش تو. بعدش هم از پنجرهشون دود اومد بیرون. چه میدونم، شاید هم دارن بازی میکنن. ببینید تلفنتون زنگ میزنه. تلفن ما؟ باشه باشه. ما راه تو رو ادامه میدیم تا سرحد مرگ، تا لحظه نابودی دشمن. در اینجا، در این مکان که به ابدیت خواهد بدست،
ابدیت تاریخ. بیژن تو نیز مقاومت کن همچون ما در بند. خودت قاطی میکنه مستور. مستور ببین جانم، البته بنده مأمورم و معذور، ولی این تعبیر خوبی نیست. بهتر مؤدب باشی. ببین کی داره از ادب حرف میزنه. ببین آقا جون، من کاری به این بازیایی که شما میکنین ندارم، فقط اینقدر میدونم که اینجا دیگه آخر خطه. اگه الان تصمیمتون رو نگیرین کار از کار میگذره و به این زودیام برگشتی تو کار نیست. بهتر هر مسئله‌ای هست، هر اشکالی هست، همین الان بگین. وایلا باید کلی تقاضانامه و التماس و خواهش و تمنا کنید تا اینکه دوباره یکی رو بفرستید. مگه خوابشو ببینین که ما از شما تقاضای چیزی بکنیم؟ ببینو شاید میگم شاید تاریخ خسروان دانن. به نظر حقیر بهتر از فرصت استفاده کنی. وایلا ملا چی؟ بالاتر از سیاهی که دیگه رنگ نیست. ما از وقتی که پامونو تو این راه گذاشتیم حساب اینجاش هم کردیم. تو هم بهتره به اربابات بگیم مگه دستشون به مرده ما برسه. این حرف آخر ماست. چی شد؟ تلفنشون درست بود؟ این مردی که یا خوده یا اینکه مگه چی گفت ها؟ یا اینکه بگو ببینم چی گفت. ببینم، شما شماره کمیته محل رو دارین؟ کمیته محل؟ واسه چی میخوای؟ چیز مهمی نیست، همین جوری میخوام، من باب احتیاط. حالا دارین یا نه؟ یه دقیقه صبر کن. اینجا آخر خطه ها؟ آره، برای واسه تو. کمیته، آها، اینه. الفرار، خدا رنج. 31 30 چی شد؟ پس کجا داری میری؟ برو تو، برو تو. آخه مگه چی شده؟ برو تو، برو تو، مادر ویلا کشته میشی. نه ترس بابا، صدای تیراهنه. تیر یا تیراهن، باید کمیته رو خبر کنه. شما مگه میتونی یه جوری سرشون رو گرم کن تا من برگردم؟ آخه کیا رو میگی؟ خب اون رو به رویا رو دیگه. آخه چطوری؟ چه میدونم؟ با تلفن. آره با تلفن. آخه شمارش نمیدونم. 92 54 15. میشنه فکر از صدای تیره. یعنی بهش چی گفتن که اینقدر ترسیده بود؟ 92 میخوان که به همین راحتی ما خودمونو تسلیم بکنیم. کور خوندم. مگه اون چی گفت؟ یه اینجا آخر خطه بیشار. آخر خط؟ بذار این دفعه رو من صحبت کنم. باشه باشه،
بهتره تو هم بفهمی که اونا چه موجوداتی هستن. الو؟ الو، سلام ننه جم. من همسایه روبرویتون هستم. ببینم شما حالتون خوبه؟ مگه برای شما فرقی هم میکنه؟ ایوا، چطور فرقی نمیکنه پسر جون؟ این بازیایی که شما میکنید خیلی خطرناکه. اصلاً عاقبت خوشی نداره. ممکنه. راستی شما به این تعمیر کار تلفن چی گفتید که اینقدر ترسیده بود ها؟ خب اون یه حرفایی زد و جوابشم گرفت. ولی من اینجا میشنیدم اون چی میگفت. حرف بدی نزد بیچاره. نمیدونم والا، شاید هم شما راست بگید. حالا ببینیم چی میشه. آره آره، حق با شماست. آره بابا جون، از خر شکل. نه نه، اصلا اینطور نیست که شما میگه. نه، به نفع هر دومونه که به این مذاکرات مسخره پایان بدیم. گرگ و میش و با هم سازش نیست. ما حرف آخرمونو تو میدون میزنیم، یا مرگ یا پیروزی خلقا. گرگ و میش، خلقا، مرگ. به حق چیزایی نشنیده. هوشنگ، مطمئنم که ما بد جوری اشتباه کردیم. چی؟ اون پیرزنه همسایه روبرویمون بود. میگفت چرا اون تعمیرکار تلفن رو اذیت کردین؟ اون مأمور نبوده. تو چقدر ساده لوحی پسر. خب طبیعیه که اونو از آگاهی توده ها وحشت دارن. رفتن خونه پیرزنه و تظاهر کردن که تعمیرکار تلفنن. پس انتظار داشتی بهش بگن که ما اومدیم اون دوتا مجاهد خلق رو دستگیر کنیم، احمق؟ واقعا که دوزاری خدمتونه. برو بابا دلت خوشه. آقا ببخشید، دوزاری اضافه دارین؟ یه دونه داشتم انداختم این تو، لطفاً مزاحم نشید. چرا نایمدین؟ تصادف کردم. جدی میگی؟ جونتو ببینم خودتون که طوری نشدین. نه خدا، خیلی خب، پس امروز زور بلند شیم بیا. نه جونتو، باید دارم بیمه خسارت ماشین بگیم. باشه باشه برو، ولی من خودم که خواستم بیام عصر. الو الو جواد، الو جواد، مثل اینکه خطا قاطی شده. جواد الو، آقا من داشتم حرف میزدم. یعنی چه؟ الو الو الو، من داشتم صحبت میکردم. اول من شماره گرفتم. الو الو، گوشی رو بذارین، یه امر حیاتیه. جواد الو، گوشی رو بذارین. آقا یعنی چه؟ الو، بله خانم، با شما نیستم. آقا گوشی رو بذار. بله بله خانم، خیلی متشکرم. لطفاً یه لحظه اجازه بدین. یه لحظه من یه خودکار آماده کنم. مثل اینکه خودکارم. آقا ببخشید، خودکار دارین؟ بیا ببین اینها. نفس آخرتو بکش مزدور. شاید پیشنهاد قابل قبولی داشته باشن. نه این کارو نکن. ولم کن. شاید اصلا پیشنهادی در کار نیست. این کارو نکن. اندازه قطع شد. حتما منتظرم ببینن جواب ما چیه. تو خدا انقدر یه دنده نبود.
خیلی خوب، برو بیارش. چرا من؟ همین که بهت گفتم، اینجا من دستور میدم. ای سیانور، بذار زیر زبونت، ممکنه درگیر بشی. تیر نخورده. سرتو بدست. دیدی راست میگفتم، این همون زیر پیرنه، افتاده بود رو نرده. سالمه سالمه، هیچ جای گلولم روش نیست. هوشنگ، اونا قصد کشتن ما رو ندارن. کارت یلا. میبینی؟ اونا ما رو دست انداختن، مبارزه ما رو به مسخره گرفتن. بابا اون تو که چیز بدی ننوشته بود. اونا همه یه سعیشون اینه که ما رو زنده دستگیر کنن، به خاطر همینم هم نوشتن که با ما تماس بگیرید. بابا هوشنگ، تو چرا متوجه نیستی؟ روزی 100 تا کارت مثل اینو میندازن تو خونه ها، خیلی عادی و معمولی. من به تو میگم که اصلا محاصره‌ای در کار نیست، باور کن. بله، منظورم اینه که ما اشتباه کردیم، ما گیر نیفتادیم. پس بفرمایید که این همه تیراندازی خواب و خیاله؟ البته که نیست، ممکنه مربوط به یه خونه دیگه باشه، چه میدونم، خلاصه به ما مربوط نباشه. پس اونا اشتباهن ما رو تهدید کردن که اینجا آخر خطه و برگشتم در کار نیست. به طور قطع پیشنم با ما مزاح کرده و اون دو نفرم پشت بیسیم داشتن با هم گپ میزدن و شوخی میکردن. گیرم که همه اینا رو باور کردم. اون پرچمو چی میگی؟ یا اون یه ماشین سرباز؟ خودت که دیدیشون، ندیدی؟ او میترسی و برای اینکه از پذیرفتن واقعیت وحشت داری، در ضمیر ناخودآگاهت این داستانو سرهم کردی. پس این پیرن سالمو چی میگه ها؟ یا اون کارت؟ این در و پنجره که اصلا دست نخورده، یه قطره خون از دماغ هیچ کدوممون نیومده. اگه اونا حرفشون اینجاست، مگه با من و تو رو دروازی دارن که تا حالا هر حال چه به ما تیراندازی میکردن یا به یه خونه دیگه، ما یه نفر رو کشتیم و به احتمال قوی یه نفرم زخمی کردیم و این معنیش اینه که تو پس اینو بگو، تو از حالا داری حساب خودتو از من جدا میکنی که فقط من کشتم و تو بی تقصیری. باشه؟ باشه، هیچ حرفی نیست. خیلی خوب، بفرما، برو بیرون خودتو تسلیم کن.
لعنتی، منظورم اینه که همش تقصیر توئه. تو بودی که ما رو به اینجا کشوندی، تو بودی که ما رو متوجه ما کردی، لومون دادی، اونم به خاطر ایچاپوش. اگه اینطورم باشه که نیست، اینجا دیگه آخر خطه، کار از کار گذشته و تنها راه مقاومته. تو هم اگه میخوای بری بیرون بفرما، من مانعت نمیشم. فقط اینو بدون که اگه این کارو بکنی، روزا و شبای سیاهی در انتظارته و تو هم اهل مقاومت نیستی. نمیدونم، شاید حق با تو باشه، ولی آخه یه چیزایی که باور کردنش مشکله. فریبمون دادن، با اون کاغذ سرمونو گرم کردن تا خودشونو به پشت بوم برسونن. میفهمی؟ همش تقصیر توه. حالا دیگه وقتشه. آره، اگه دست اونا به ما برسه معلوم نیست که بتونیم طاقت بیاریم. بگیر. نه، باور کن که به نفته. بگیر، حماقت نکن. بگیر. در هر صورت آخرش همینه. بگیر، فقط یه لحظه است، اونقدر نترس. بگیر، بخور. تو راه دیگه ای نداری، اینجا آخر خطه. دارم میان بالا. آتیش میگیره، این کارو نکن. کم شد. پس همسایه ها چی؟ اونا که گناهی نکردن. نه، خالت نکن احمق. اونا نباید هیچ سند یا نشونی از ما به دست بیارن، حتی یه سوزن. اونا هیچی رو فتح میکنن. تو دیوونی؟ دیوونه خودتی. همه جلو آتیش میکشی. بخور. اونا به کسی رحم نمی کنن. بخور، خودتو راحت کن. بخور، اول خودت بخور. پس اینو بگو. باشه باشه، بفرما. خیلی خوب، بخورش. بخور، بخور لعنتی. ولی من دلیلی رو سواردن نمی بینم. دارم تو بس کن، بخور. دارم تو بس کن، بس کن، بخور. بخور لعنتی.
انقدر ترسو نباش، انقدر نترس، این دفتر این مرگه، یه مرگه راحت و بیدرد سر آره، بهت قول میدم آخر، دردو باز کن، بازش کن یالا، دردو باز کن آخر، بخور لعنتی، بخور من سیانور گذاشتم زیر زخم و مطمئن باش که اگه حقیقت اونطور بود که تو گفتی منم به استقبال همون مرگی میرم که تو رفتی. تو به ما افتاده تو حیات شما، میشه من برم بیارمش؟
جو جو رضا من هنوز زوده که ببینم، هنوز وقتش نرسیده. زدمش. No.
نه این امکان نداره. تو چطوری اومدی این تو؟ مگه اون بیرون پر از پاسدار نیست؟ مگه اینجا رو محاصره نکردم؟ نکنه با اونا همکاری کردی؟ نکنه خودتو فروختی؟ پاسدار خودم محاصره این همش توهمه. نه تو دیوونه شدی؟ نه اون بیرون هیچ خبری نیست؟ هیچ خبری نیست؟ آخه چطور ممکنه؟ نه تو هم دستمونه ای؟ تو دروغ میگی؟ تو هم دست تو دست اوناست؟ من همیشه بین مردم دنبال قاتلم میگشتم، غافل از این که تو خیانت هجایید بسلا دید بیرون بزنید بکشید. چرا نمیزنید؟ چرا نمیزنید لعنتی ها؟ بزنید چرا نمیزنید؟ چرا نمیزنید؟ همین خونه